رفتاری که میبینی وضعیت متاسفم. کپشوم هم آتش گرفته، خیلی گرم شده. دقیقاً این آتش اولی سقوطه که اتفاق افتاده. طبق اوله تلای یه طبق دوم. وسطی سر مارکته. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز به کانال یوتیوب هرات بناب خیلی خوش اومده. متاسفانه با یک خبر خیلی بد به خدمت شما قرار گرفتم، آن هم اینکه امروز ساعت 2:30 بامداد یا صبح آتش سوزی در مارکت قصر هرات رخ داد. متاسفانه به هر دلیلی که بوده بعد از یک ساعت آتش نشانی خبر میدن. آتش نشانی با همون وسایلی که در دسترس داشته اومدن، آتش آنقدر قوی بوده نتونستن مار کنن. از میدان هوایی هرات و همچنین قلوردو هرات کمک خواستن و قوماندانی امنیه و ریاست شفاخانه وظیفه هرات هم وسایلی که در دسترس داشتن و آمبولانس که داشتن به خدمت عزیزان قرار دادن تا حدود آتش مار کردن. فعلا همین اکنون که ما ویدیو ثبت میکنیم ساعت 4 دیگر با هماهنگی با بعضی از دوستا کردیم که ما بریم از مو حادثه امروز، حادثه دلخراشی که اتفاق افتاده و میلیون ها دلار به همشهریان عزیز ما متاسفانه ضرر وارد کرده تصویر بگیریم. اگر شما دوست دارین که این اتفاق و این حادثه ناگوار تا آخر بیننده باشین، لطفا ما رو دنبال کنین. گفته نمونه قصر را یک از مارکت های بزرگ لباس فروشیه که حدودا 500 تا 600 تا دکان در خود جای داده. لطفا تا آخر با ما همراه باشید. بینندگان گرامی، طوری که میبینی وضعیت متاسفانه. دو آخر گزارش رسیده که هنوز آتش هست. دود آنقدر زیاده که نه شما جلوتر بریم. وضعیت خیلی خرابه و او آخر مارکت در اونجا آتش همچنان میسوزه. نمیفهمم داخل دیده میشه یعنی به خاطر از اینکه دقیقا اونجا وضعیت خیلی خرابه. این وضعیت طبق اوله، این تلایش یه طبق دوم و اینجا رو ببینیم دیگه هیچ نمونده، پودر پودر شده متاسفانه. انگار قیامت، خیلی وحشتناکه، خیلی واقعا وحشتناکه. در اونجا آتش میسوزه. این وضعیت اینجا رو نگاه کنیم که چگونه هست. هیچ سالم نمونده، هیچ چیز سالم نمونده. هر آنچه که در این مارکت بوده آتش گرفته و ما پایا ما هست پایین. همین اکنون که فیلم تهیه میکنیم گرم شده. احساس میکنم کپشوم هم آتش گرفته، خیلی گرم شده. وضعیت خیلی خراب متاسفانه.
ببین چگونه است. هیچ نمونده. این وضعیت سگونه. چی بمونده بمونده؟ طاقت شده نمیشه، طاقت نمیشه، مجبوریم بریم بیرون شیم از مارکت. وضعیت واقعا خرابه. خیلی ببینیم که چگونه شده. این عمق فاجعه نشون میده متاسفانه. وضعیت اینجا قسمه چیزی نمانده با اصلا دکاندارا به امیدی میان که کدام چیزی مانده باشه به دکان اینا. متاسفانه هیچی باقی نمانده. همه سوخته. ما قراقرا از اینجا بیرون میشه. آه کسانی که دکاندار بودن میام فقط خاکستر رو انواع کنیدن. خیلی کسانی وحشتناکه. الان رم کنه ببینه که چی وضعیته. چقدر سخته. وسطی سب مارکته. جل الخالق. پشت بام ازی باز دود کرده داره. متاسفان این سخت رو میبینیم که نشست کرده. پشت بام دقیقا سخت رو میبینیم که نشست کرده ریخت پایین. ما جلوتر هم نمیریم خطرناکه. خدای نخست نفته که و دود انوز از این هواکش های پشت با بیرون میایه. داریک میبینیم بلا فاجعه آتش سوزی ببینیم. متاسفانه پشت بام قصر هرات اینجا هنوز دود کلن دود بیرونیه. این وضعیت قصر هرات. البته پشم ساعت دقیق ببینم تو ساعت چنده. ساعت 5:30 عصره که اذانم گفت. ما آمادیم یاتش از ساعت 2:30 دیشب آغاز شده بوده. متاسفانه بنابرای بعض دلایل بعضی ها میگم چون برق قطع شده بوده دوباره که برق آمده بوده قوی بوده شارتی کرده بوده. علت آتش سوزی این گونه بعض از دکاندارا اعلان میکنن. کاشیار ببینیم وضعیت اینا چی رقمه. جا ترانس های
داره که میبینه ترانسفورمر برق خوب خوشبختانه آسیب جدی نگرد ندیده ای. البته ای ترانس که دیده دیگه داره که میبینیم این ترانس وضعیتی خیلی خرابه کلن به غیر ترانس هایی که الحمدلله فعلا سالم دود کمتر شد کلن شیشه خورد شده و او هم مسجد خرقه آنجا هم قلعه اختیار دین یا ارگ هراته تاریکی میبینه و این مارکت که سولرهای نصفی شونده و نصفی مانده قصر نگین هراته که همجواره با قصر هرات که متاسفانه قصر هرات امروز این گونه به اثر حریق یا آتش سوزی که اتفاق افتاده بود چنین شده جایی که شما به تصویر میبینید متاسفانه وضعیت خیلی خراب و نگران کننده نه با مارکت مشکل نرسیدی بودادیش آه کمون چی گو آه من چی گو این مارکت اگر در گرفته با زندی کندار رو مخذارم اونقدر احتیاط میکنیم بینندگان گرامی که هر لحظه فکر میکنیم زیر پامو سقف میریزه پایین و اونقدر شدت این آتش‌سوزی زیاد بوده که حتی این طبقه بالا طبقه سوم هم که میشه سقفی رو نشست کرده رفته پایین داره که شما اگر به تصویر ببینید ما جلوتر زیاد نبینیم این دقیقا نشست کرده چلوتر ببینید نشست کرده اینجا نشست کرده دقیقه و این تمام شیشه هایی که از سولرها بوده و این اون فاجعه آتش سوزیه که متاسفانه شما به تصویر میبینید پشت بام قصر هرات طوری که میبینید سقف نشست کرده و اینا اکثرا دکاندارای این که آمدم از دکان ها خبر بگیرم متاسفانه این وضعیت پشت بام قصر هرات که امروز ساعت 2 بامداد آتش گرفت و تا اکنون میسوزه برای که میبینید دود خارج میشه از طبقات پایین تر ما آمادیم در پشت بام قصر هرات اینا سولرهایی که اینجا آتش گرفته داره که تصویر میبینه اینا سولره فاجعه آتش ببینیم که سولرها چیکار کردن کل سولرها بولا دکان مونده
اصلا نشست کرده پشت بام قصر هرات. گفته میشه چندین تن از دکانداران عزیز به خاطر از اینکه داخل مارکت رفته بودن یا دست می آتش گرفته آسیب دیدن یا اینکه با کمبود اکسیژن مواجه شدن و افتادن رو زمین، به خاطر همه عزیزان منتقل کردن به شفاخانه ولایت هرات از طریق هرات آمبولانس و چندین تن از کارمندان آتش نشانی هم چنین حادثه رخ داده به اونا و اونا را منتقل کردن به شفاخانه برای تداوی بهتر. امیدواریم که عزیزان ما هر چه زودتر انشالله خوب بشن و دوباره به خدمت مردم عزیز خود قرار بگیرن.
موتور 3 میلیون دلار قیمت نه 15 میلیون موتور 15 میلیون موتور چی میدون نداریم بینندگان گرامی تاری که میبینیم موتر آتش‌نشانی آماده به دم مسجد خرقه مبارکه از این چه کوچه که از پشت مارکت قصر هرات را داره تقریبا شلنگ انداختن که دقیقا از اینجا ببینید چقدر طول داره این شلنگ موتر آتش‌نشانی دقیقا از اینجا آتش را خاموش میکنن و مدیریت میکنن که خیلی هم کار میکنن خدا اینا خیر بده و تیک کارمندان که میبینید کارمندان میدان هوایی هرات است چی حال است؟ یک خرابی شده، یک مشکلات است، یک جمعیت جمع شده اینجا دکاندارا به هر کدام یک کدامشان زفت میکنن، میفتن روی زمین میفتن نه پلو همه دیگه، ما جنسا خورا کلش جمع کرده جنسا خورا جمع کرده، ما هم داخل ملوه کرده، داخل گوجی ها کرده، بردم خانه بردم، گفتم بشم، با پارکه ما مسابقه کنه جای داره که از همین جا از کارمندان آتش نشانی ما تشکری کنیم به خاطر از اینکه از دیشب تلاش میکنن تا این آتش مهار کنن با وجودی که گرمای آتش آنقدر زیاده که ما حتی نمیتونیم جلو بریم با آن هم این عزیزان تلاش میکنن میرن داخل با جان خود بازی میکنن و از جان خود مایه میگذارن برای از اینکه برای هموطنان عزیز ما خسارت بیشتر نرسه خیلی سپاس ممنونیم همچنین دوستایی که ملحق شدن به این عزیزان کمک میکنن تلاش میکنن تا یادش زودتر معاشه او
امیدوارم که ما دیگر شاهد چنین اتفاق ناگوار در افغانستان عزیز خود نباشیم. تا برنامه بعد که من به خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدارتون.